تا امروز 28 هست مارچ 2023 و مثل همیشه شروع میکنیم با خبرها آنچین دیتا 24 hour امروز، بعدش هم چارت های بیت کوین، اتریوم، کاردانو و BNB. اما امروز هم ما راجع به XRP هم صحبت میکنیم، بهتون بعدا میگیم چرا. اما قبل که شروع کنیم بخش امروز، عزیزان لطفاً این ویدیو لایک کنید، کامنت بذارین و یه شیر بکنید به دوستاتون و اگر هم نکردید سابسکرایب کنید. دمتون گرم. ما شروع میکنم با خبر یک ساعت پیش که از دولت US Prosecutors میاد که نوشته که سم بنکمن فرید غیرقانونی میشه که ایشون آنلاین مسیجز استفاده کنه یا هر الکترونیک دیوایس و اپ. دوستان بدونین که نوشته خودش نمیتونه، میتونه به فامیلاش بگه، میگه از طرف خودش به فامیلش بگه بر من اینو تکس کن. دوستان بدونین که این بولشیت هست و هیچیش نمیشه. خبر بعدی میاد از طرف خود چین. دو تا اتفاق میدونیم برای چین. چین داره میگه به شرکت های کریپتو بیان تو کشور ما کار کنین، و دومش هم CBDC چین داره یه آپگرید میشه برای 2025 که مردم رو بیشتر بدبخت بکنه. اما بدونین که CBDC چین که با یوان هست برای خیلی کشورها مثل ایران، نورث کوریا، روس، هند و ساف افریقا داره میاد. خبر بعدی میاد از طرف خود EU که امروز قبول شد این EU که مانی لاندرینگ لا داره میاد بیرون. اما مشکل با این مانی لاندرینگ لا اینه که دارن میگن که بیشتر از 1000 یورو نمیتونی بذاری توی والت خودت، بقیهش رو باید اعلام کنی که چرا میندازی تو اینجا. عزیزان این خیلی سخته برای صرافی، چون ما میتونیم الان دیگه همش 1000 تا 1000 تا بفرستیم خودمون، هیچ مشکلی نیست. بود anyways میرسیم برای خبر دوم که از خود CFTC میاد. از دیشب که یادتون باشه میدونین که CFTC گفت آقای CZ اسکمر هست، مارکت منیپولیشن کرده، 300 تا حساب داره در بایننس. اما و همینطور داریم نگاه میکنیم که احتمال خیلی زیاد اگه دلشون میخواد و واقعا پروف بکنن، چون اینا همش allegation دوستان، allegation نه واقعیت، میتونن کل صرافی بایننس رو قطع کنن به عنوان قانونی. سو موظف باشین. اما امروز هم که سیزی گفته بود که ببین شما اصلا هیچی پروف نکردی، من کانادایی هستم، چینی نیستم، بلا بلا بلا، اینجا همه رو نوشته و خیلی هم خوب نوشته قانوناش رو، و میگه هیچ کم از این کاری که شما داره میکنی من نکردم. و از طرف آقای پاتریک هیلمن چی استراتژی آفیسر بایننس داره میاد بیرون. حالا دیگه برسی بعد 24 hour امروز که میبینیم به وقت الان ارز فلر که با XRP بود 20% پامپ شده، خود XRP هم پامپ شده، اوه شت پامپ شده با 51 سنت، و ارزای دیگه ارزایی که ضرر کردن مینا، استکس، آربیترام، خیلی ارزای مثل خود BNB هم اینجا اسمش هست که داریم نگاه میکنیم. حالا دیگه برسیم دیگه برای چارت. ما اف کورس داریم نگاه میکنیم چارت که خبر BNB اومد زودی ریخت. اما دوستان سه شب دیگه یه اتفاقی میاد برای XRP هولدرها که میشه 31 دقیقا 31. این ایشون اگه شما برین در توییترتون اگه دارین از اون XRP هولدر، ایشون توضیح میده، آقای کریپتو اینسایت UK میگه که 31 سه شب دیگه هست، جاج تورس میخواد اعلام کنه کی برنده این دادگاه هست. سو این اتفاق داره میشه، نه همین داره میبینی که XRP داره پامپ میشه، چون مردم دارن اسپیکولیت میکنن به عنوان اینکه داره میبره. حتی هم چارتش هم گذاشتیم در گروپ اون، گفتن اگه ببرن دیگه میشه دو برابر قیمتش و وقت الان. سو برسیم به چارت. اف کورس چارت الان هنوز ما تو این پترن هستیم. حالا این پترن یه ذره عجیبه، چون من حتی یه ذره باش بازی کنم، کانال نیست، اما یه فالوینگ چنل هست که حالا میخواد دوباره بریزه، میشه 26700. اینو نگاه میکنه، اما خیلی همون دنبال 25200 300 400 هستیم. اگه میگم بدون تحلیل XRP ببره این دادگاه رو، هممون میریم بالا، هممون ریگارلس که کی هستیم هممون میریم بالا بدون تحلیل. یه بامپ اینجوری اگر هم ببازه دیگه هممون خیلی پایین تر نگاه میکنه، خیلی خیلی پایین تر.
مشکل این پیش میاد. عرض بعدی که براتون پیش میاد خود ایتریوم هست و اگین ایتریوم پایین این کانال ما رو زد، بهتونم گفتیم که پایین کانال داشته باشید، خط سفید ما هم داشته باشین، هر دو اتفاق شده، اما موضوع باشین که این کانال از دست بده برمیگرده به هلوهوی 1400، تو موضوع باشین. عرض بعدی هم که براتون پیش میارم خود کاردانا هست که داریم، برای کاردانا همینطور میبینی که هلوهوی 33.6 هم زد، این طلا اونایی که میخوان اینجا بخرن گرفتن، اما اگین ریزیستنس از 36 هنوز هست، هیچ فرقی نکره. اما مهمترین چیزی که داره میبینی از خود بی ان بی، مشکلی که پیش داره میاد برای بی ان بی، حتی هم چارت اینجاش هم گفتیم که 303 نگاه میکنه، دوستان مشکل داره براش پیش مار. حالا سیزی میگه این همش دروغ استفاده اکسترا، اما برای کسی که عنوان یک اینوستور هستش استرسی بهش میده. اگین پترنش حالا نمیتونم چیزی بگیم راجع به این پترن، امین میتونیم خود بگی یه فاون چنل که هنوز تو این پترن، اگر پامپ بشه به 322 میرسه، اما دوستان بدون که با رگولتاری فاد خیلی مهم هست. اما در تحلیل میخوایم صبح راجع به تحلیل صحبت بکنیم، آره بر میتونه بگرده به 321، اما به هیچ عنوانی من هیچی نمیدونم که بگم که آه این خوبه. شخصا خرید من میخوام بذارم نزدیک های 285، اگر اینجا داریم اوکی، اما 285 فکر کنم بر من راحت تره، چون الان سیزی این نامه هر داد الان نوبت دوباره دولته که صحبت اونا رو خودشون بگن دوباره. سوبمین بک اند فورث خیلی داره. اما عزیزان این میشه برای بخش ما برای امروز، مهمترین صحبت اینه که برای XRP چشماتون باشه که سه شب دیگه جاج تورس میخواد دادگاه رو حالا تموم کنه و میبینیم که چه اتفاق میشه، چون خیلی مهم هست تو این سه شب دیگه. God bless you all، موضوع خودتون باشین و خدافز. بای بای.